مهدی جان بفهم داخل اینجا من فکر کنم تصویر صدا و سیما به نوعی داره ذهن رو میبره به سمت فعالیت هایی که توی فیزیکیه، یعنی تمرکز روی تصویر فیزیکی داره. حرفی که من میخوام بزنم یه ایده است بیشتر، که دوست دارم ببینم نظر شما چیه، مطالعات شما نشون میده که اصلا این مشابهش بوده یا نبوده، و بیشتر به نوعی پیشروی در فضای غیر فیزیکیه، خصوصا که ما الان در قرن 21 و عصر ارتباطات دیجیتال هستیم، و خصوصا که شما قبلا موضوعاتی داشتید در مورد بهینه ترین روش های مدرن اصلا سرمایه گذاری. حالا میگم ربطش چیه به ایده من، که اونجا میگفتید که پیشرفته ترین روش هایی که الان داریم چیه. حالا من میخوام ببینم که پیشرفته ترین ایده هایی که میتونیم بدیم در مورد جمع‌آوری آراء مردم، که من معتقدم وقتی این آراء جمع بشه خودش میتونه به شکل‌گیری هرچه قوی‌تر یه اتحاد ملی کمک کنه. ایده من اینه که بیایم تلاش کنیم آدمایی متخصصینی فکراشون رو روی هم بذارن، ببینن چطور میشه معتبرترین رفراندوم غیر حکومتی رو برای یک ملت برگزار کرد، حتی اگر هیچ سازمانی از فرامرزی هم مثلا سازمان ملل و اینا هم قرار نباشه بیان دخالت. رفراندوم چجوری ملت... چجوری رفراندوم میخواییم بگیرین شما؟ خب همینا بحث من سر اینه، من خودم یه ایده هایی دارم که با استفاده از اینترنت چطور میشه اینو برنامه ریزی کرد، گونه ای از رفراندومو که قطعا خطاش بیشتره نسبت به یه رفراندومی که بتونه با یه حاکمیت منصف نسبتا منصف برگزار بشه، که خب امکانات اداریشو داره. مشکل رفراندوم اینه خب که کسایی که طرفدار نظام هستن قبول ندارن رفراندوم، اصلا که شما بیان رفراندوم بگیرید. خب برای همین در رفراندوم شرکت نمی کنن و برای همین رفراندوم شما آمار دقیق نشون نمیده. خب ما جمعیت ایران که میدونیم هر کسی که شرکت خب نکنه خب این رفراندوم این محسوس میشه. باشه ولی خب ببینید، شما رفراندوم رو وقتی بدید مخالفین نظام میان بله رفراندوم میخوایم، طرفداران نظام میگن رفراندوم نمیخوایم، برای می شما فقط دارین نظر مخالفین نظام رو میپرسین، خب اونم جوابش مشخصه. رفراندوم موقعی میشه تعداد، ببین رفراندومی که من میگم الزاما فقط بر سر یک کلیت یعنی فرم حکومت میتونه نباشه، میتونه مرحله مرحله پیشتر بره در مورد جزئیات بیشتر. همین الان بین کسانی که با این حاکمیت فعلی مخالفن نظرات خیلی مختلفی وجود داره که درست. خودش میتونه لطمه به اتحاد مردم بزنه. ببین این اسمش رفراندوم مثلا اندازه من یه مثال بزنم. نه ببین این اسمش میشه یه لحظه ببین این میشه اسمش میشه نظرسنجی. نظرسنجی با رفراندوم فرق داره. نظرسنجی هم داریم. داریم ما سه گمان بگی فرق نظرسنجی رفراندوم اول اینجا برام روشن کنم. رفراندوم فکرم میتونم چک کنم، ولی فکرم رفراندوم مفهوم قانونی داره خب و نظرسنجی نداره، یعنی نظرسنجی فقط نظره، رفراندوم مثلا یه قدرت قانونی داره. بذار نگاه کنم حالا من این هر سر بود پستان داری حرف منو میزنی، داری میگی که الان ما امکانه اون رفراندوم یعنی یک حاکم یک نظام رسمی بیاد برگزار کنه رو نداریم، مشابهش رو برگزار میکنیم، خود ملت اینو برگزار میکنه، حالا اسمش رو هر چیزی میخوای بذار رفراندوم، میخوای بذار نظرسنجی، ولی کارکردش همونه، یعنی ما با همون هدف داریم برگزار میکنیم، با همون کنجکاوی، و میتونیم بر اساسش بیایم ادعا کنیم و یک پایه میشه، یه تکیهگاه میشه برای ملت که حالا خیزش کردن برای اهدافشون. بذار میخوایم بخورم رفراندوم تعریفشو، میشه رأی گیری مستقیم از همه اعضای تشکیل دهنده یک سازمان یا جامعه است برای رد یا تصویب سیاستی که رهبران یا نمایندگان پیشنهاد کردن. این همشو هم همه توش داره هم مستقیم توش داره. اینا رو شما نمیدونم چجوری میخواین. خب ما همه رو دعوت میکنیم توی ببین یه رفراندوم حکومتی هم که شما چگونه میتوانید کسانی که اینترنت ندارن توی ایران رو دعوت کنید؟ همین آها، من یه ایده هایی داشتم در مورد این. من اولش خب به ذهنم زد این که بخواد وقتی ما الان کارت ملی افراد نمیخوایم، مردم حالا شماره ملیشون رو توی
یه لحظه ببین، فرض کن رفراندوم شد، حالا به فرض محال که مثلا شما موفق شدین، بعد از این رفراندوم چه اتفاقی میفته؟ مثلا جواب رفراندوم این بهتر شد، این بحث سریعتر پیش میبره. من میگم وقتی مردم بدونن، یه فایلی من ضبط کرده بودم صوتی که اصلا توضیح میدادم توش چرا، حالا سعی میکنم یه خلاصه شو ما الان میدونیم. من فکر کنم حتی طرفداران نظام هم میدونن که اکثر مردم ایران جمهوری اسلامی رو نمیخوان. من فکر کنم اینو میدونیم، همه میدونن تقریبا. دونستنش که الان ادعاهای خلافش زیاده، زمانی که تو این کار انجام خب. بدی نتیجه مستند داری بابا اینا که میگه... میتونی هر کسی ادعای خلافش کرد اینو بذاری روی میز. بابا اینا قابل بررسی شما... یعنی چی آخه شما؟ اینا میان میگن دروغ داری میگی، اینا الان دارن میگن بابا اینا رو من نمیدونم نشناختی اینا رو. اینا الان مثلا دارن میگن تمام این تظاهر کننده ها، تمام لیدرهاشون چه میدونم صهیونیستن، آمریکا پولشون داده و اینا، همه هم که میدونن دروغه ولی ادعاهاشون میکنن. حالا شما بیا بگو که نه این همه پرسی من خیلی هم خوب بود و قشنگ بود و اینم سندش. خب اینا میگم بی خود کردی، این همش دروغه، شما از خودتون ساختین. ببین ما الان خودمونم در کسایی هم که در مقابل حکومت هستن، الان خودشون وقتی بخوان یه عددی بدن دقیقا نمیدونن بگیم چند نفر اومدن توی خیابون، یا مثلا دقیقا الان بابا ما همه پرسی داریم، ما همه پرسی داریم، همه پرسی گمان رو داریم. خب جواب به این نتیجه رسیده که طرفداران نظام 20 یعنی کسانی که جمهوری اسلامی میخوان، یک جمهوری اسلامی، حالا نمیدونم اینو این جمهوری اسلامی یا هر جمهوری اسلامی، خب 20 حدود 19 درصد. خب یعنی الان خب بر اساس همه پرسی نه، نظر سنجی که داریم میدونیم حداقل 80 درصد مردم ایران علی اینا این نظام رو نمیخوان، میدونیم اینا. حالا یه تفاوت ظریفی وجود داره، این یه مقدار میره توی بحث روانشناختی ایده‌ای که من دارم میدم با تفاوت اون نظرسنجی‌های من سوالم اینه، ببین فرض کن که همچین اصلا به طور یقین، خب حالا یقین امکان نداره ولی به احتمال خیلی زیادی ما یه سندی پیدا کردیم که نشون داد مردم نمیخوان اینو، خب بعد چی میشه؟ جمهوری اسلامی میگه اه ببخشید من اشتباه کردم، میاد میره کنار، چی میشه بعدش؟ نه اونو من کاملا باهات موافقم. حتی اون حرفی که زدی گفتی اگه ما الان داریم همرسانی میکنیم که صدای مردم به گوش همه جهانیان برسه، من میگم اصلا به فرض محال که همین فردا همه جهانیان هم اومدن توی صفحه های اینستاگرامشون درباره ایران نوشتن، این به تنهایی خب بعد ببین اون قسمتی رو بگو. خب ببین فرض کن الان ما داریم توی چه میدونم چی به فارسی چه میشه این دایره شیشه‌ای که آینده نشون میده، خب داریم توی داریم ماشین نگاه میکنیم که آینده رو داره به ما نشون میده. خب جام جهان نما خب دیدیم که نظام سقوط کرده، جمهوری تو اخبارا دارن میگن جمهوری اسلامی عجب اتفاق تاریخی، اصلا کسی باورش نمیشد این روز برسه جمهوری اسلامی و ایران تمام شد و فلان اینا. خب بعد میخوایم نگاه کنیم چه جوری چی شد، مثلا میاد یه ذره نگاه میکنی چند روز قبلش چه اتفاقی افتاد که بالاخره منجر به این شد که مثلا جمهوری اسلامی سقوط بکنه، فکر میکنی چی میبینی، چه اتفاقی افتاده مثلا یه هفته قبل از اینکه مثلا جمهوری اسلامی به طور رسمی سقوط کرده، هفته قبلش چه اتفاقی داشته میافتاده، یا دو هفته قبلش چه اتفاقی داشته میافتاده؟ این فقط مردم تو خیابون که نمیتونه باشه، یه اتفاق دیگه افتاده، تو فکر می‌کنی چی می‌بینی؟ قطعاً خیلی خیلی وابسته است به اون سازوکارهای اقتصاد یک کشور. نه جواب منو بده. جواب منو بده. تو فکر می‌کنی اون یه هفته قبل و هفته قبلش چه اتفاقی افتاده که در نهایت بعد از یه هفته می‌بینیم جمهوری اسلامی رسماً سقوط کرده؟ الان ما می‌تونیم به طور خیلی واضحی که بگیم یه جمهوری اسلامی وجود ندارد. چه اتفاقی افتاده یه هفته قبلش؟ می‌تونی بگی؟ آها یعنی میگی چه چیزهایی باید مشاهده بشه تا بگیم الان دیگه جمهوری اسلام یا هر حکومت دیگه ای الان ساقط شده؟ آره. منظورت اینه، فکر کنم الان سوالتو درست متوجه. میخوای من جواب بدم که مثلا من خودم انتظار آره. بگو اگه باز منم نظری داشتم میگم. من مثلا اگه بخوام حدس بزنم که یه هفته قبلش مثلا چه اتفاقی افتاده، خب مثلا دو هفته قبلش مثلا اعلام مرگ خامنه ای شده، خب بعد مثلا دو سه روز بعدش دیدیم خیلی از این چه میدونم آخونده اومدن گفتن که ما اصلا این سیستم رو قبول نداریم، چند دو سه نفر
ارتشی یا حتی یه نفر دو نفرم از این ارشدهای سپاه پاسدارا میاد یه حرفی میزنه که کسی انتظارش نداشت و اینکه این حرفو میزنه میبینیم که این چون این حرفو زد نرمالش کرد که یکی دیگه هم بگه، بعد 4-5 نفر دیگه هم میگن و اینا یه سری گروهایی که مثلا اصلاً به دستن که طرفدار این مثلا چه میدونم جنرال هستن اینا میگن ما پشت این سر این آدم هستیم، بعد کلا این گنده میشه گرفت کلا مثلا نصف ارتش کل ارتش داره در میاد که آقا ما برای خرج خر میشه ما از همه این سیستم رو میخوایم به دست بگیریم. خب مثلا یه همچین اتفاقایی میفته. خب من هم چیزایی خب تو اخبار مثلا من اگه مثلا خواهم حس بزنم یه هفته قبلش مثلا تو اخبار چی میشده، مثلا یکی از گزینه‌های مختلفی هست ولی یکی از گزینه‌هاش اینه که مثلا تیتر میاد روی اینترنت، خب روی مثلا گاردین، که ارتش اعلام حکومت نظامی کرد یا یه همچی چیزی میدونی؟ خب در شما چیزی که من دریافت میکنم شاید دو بخش داری، یکی این که داری میگی میتونه این اصلا بدون دخالت ملت اتفاق بیفته، یعنی یه سری اون مراجع مذهبی نه به خاطر به خاطر مردمه. خب یعنی اینا خودشون این کار نکردن، خب مردم اومدن تو خیابون، حکومت داره به مردم ظلم میکنه، آدم کشی داره میشه تو خیابون، خونریزی داره میشه. خب و مثلا خامنه ای هم مرده، الان مثلا دادن قدرت به نفر بعد یه ذره تو شک وجود داره که حالا مثلا این حالا مردم قبولش میکنه، یعنی مردم نه خود مثلا کسایی که طرف نظام مثلا اینو قبول میکنن یا نه، یا اینکه الان بعضیا به خاطر طمع قدرت که الان دیگه فرصتشه که ما یه قدرتی دستمون بگیریم، یا بعضیا برای اینکه واقعا به خاطر که وجدانشون داره درد میگیره که مثلا ببین الان ما هیچی نگفتیم، من اینکه فکر کردیم اگه چیزی بگیم میذارن تو سرمون میمیریم. خب ولی الان به نظر میرسه که اگه بخوایم برای وجدان خودمون هم حرف بزنیم موقعش الانه. خب تو اون شرایطی که الان معلوم واقعا مطمئن نیستن که قدرت دست کی میفته، اون موقع ممکنه یه سری کسایی که خود طرفدار خود نظام به نظر ما میومدن تو اون شرایط بخوام بیان طرف مردم رو بگیرن به خاطر وجود مردم تو خیابون و به خاطر کشته شدن مردم توسط نظام، اینو میتونن بهونه بکنن که ما به این دلیل داریم میایم طرف مردم میگیریم برای اینکه مشاهده داریم میکنیم که شما چقدر مثلا داریم به مردم ظلم میکنیم. بخاطر یه بهونه لازم داره. خب همینجوری الکی الکی نمیتونم بگم. خب بگو. من با یه بخشی از کلامت کاملا موافقم و تاریخ هم نشون میده که توی دوره هایی گروه هایی از حاکمیت، حالا شاید گروه های متوسط تری توی این هرم حاکمیت، علیه اون قله شوریدن و اومدن حتی مردم رو همراه خودشون کردن. الان این حرفتون میده حتی ممکنه ملت بازیچه تنها یه جابجایی توی سیستم حاکمیت بشه. بله. من اینم حتی یعنی برداشت میکنم درسته، یعنی کسایی که بالاخره طمع قدرت دارن از حضور مردم تو خیابون برای بهونه و ظلم به مردم برای بهونه استفاده میکنن که این حکومت رو بردارن. خب ببین در خب نهایت یه چیزی بگم خب در نهایت خب کسانی که میتوانند تغییر قدرت بدهند کسانی هستند که اسلحه دستشونه. خب حالا ما برای کسی یعنی بدون از فقط با حضور در خیابان هیچ کسی نمیاد بگه آقا ببخشید، هیچ کس کنه این حکومت نمیاد بگه آقا ببخشید ما غلط کردیم، شما خیلی تو خیابون موندین، خیلی زحمت کشیدین، ببینین که چقدر تو خیابون اومدین، بفرمایید اینم کلید حکومت. همش اتفاقی قرارش میفته. خب حالا اسلحه یا از خارج کشوری میاد کمک میکنه که فکر نکنم خیلی هم اینو بخوان، خب یا مردم خودشون یه جوری اسلحه پیدا میکنن، مثلا یه پایگانی رو میرن میگیرن و اینا اسلحه رو در میارن، از این اسلحه ها استفاده میکنن و میرن اسلحه های دیگری از جاهای دیگه میگیرن و اینقدر اسلحه دست مردم میاد که بالاخره یه توازن قوای یعنی بین مردم و حکومت اتفاق میفته. خب میرن مثلا یه اسلحه از یه جای کوچیکی دستش میاد، از این استفاده میکنن، مثلا میرن جایی که سربازی هست و اینا، مثلا یه اسلحه دیگه گیر میارن. بعد دیگه اصلا یه چیزی میگم، اگه مردم هم مثلا دستشون بیاد دیگه کسایی که دارن به مردم تیر میزنن خیلی با میترسن، اصلا بیان الان سرکوب دارن میکنن برای اینکه میدونن کسی قرار نیست بهشون تیر بزنه. خب اگه ببین مردم مسلح هستن، نصف از اینا شاید بیشتر از 80% شاید که نیان، من برم که تیر بخورم، مگه من مرض نمیخوام؟ من فکر میکنم اگه قرار بود بیام یه ذره چوب تو سر مردم بزنم و یه پولم در بیارم من بودم. خب ولی الان اگه بیام به خاطر یه قرون پول قرار باشه تیرم بخورم دیگه نمیام، من فکر کنم 80% شاید نیام. خب ولی خب اینم هزینهش خیلی زیاده به خاطر اینکه این اصله وقتی وارد جامعه ایران شد دیگه اگرم سقوط نظام سقوط بکنه
یه بعدش یه نمیشه اینو چی جمعش کرد. خب یعنی به وجود آوردن نظم بعدش یه مقدار سخت میشه. حالا بهترین گزینه اینه که کسانی که الان، یعنی این گزینه اول و دوم گفتم، گزینه سوم اینه که همون کسایی که اسلحه الان دستشون هست، به جای که مثلا اسلحه مثلا بریزه تو خیابون و اینا، اونا خودشون بیان میگن آقا این دیگه خیلی داره خرطوخر میشه، خامنه‌ای هم مرده مثلا، نمیدونم الان مرده نه، ولی سفرش کنیم بالاخره یه روز اعلام مرگش که میاد این شبلیس. خب میخواد الان دیگه بگیریم بگیم که بابا بیا جمعش کن، مردم مثلا گناه دارن، به بهونه‌ای که مردم گناه دارن و اینا، و شما چه میدونم اصلا شما مرجع نبودیم، ما اصلا چرا شما رهبر کردیم، خب مثلا شما مجتهد نبودیم، یه همچین حرفایی بزنن برای خودشون یه دلیل شرعی و اینا بیارن و جمعش کنن، یه حکومت نظامی بشه. بگو. من ببین دو تا بحث میخوام مطرح کنم، یکی این که بذار بگم بعدن جواب بده جفتشون. کی داره خارج از نوبت سلام کنه؟ نکته آخری تو بگو بعد بریم سراغ بقیه. بچه خارج از نوبت سلام. آره. یکی این که چرا گزینه دیگه‌ای توی ذهنت نمی‌گنجه جز این که ملت بتونن مسلح بشن؟ آیا چرا؟ میخوام ببینم با چه اسناد، حالا شاید دیگه اسناد تاریخی وجود داره. بذار بگم. نه بذار اینو بگم، سوالمو بگم بعد جواب بده. اشتباه. خب ببین، این که اصلا حتما باید غلبه مسلحانه به وجود بیاد تا اونا سلاحاشون رو بذارن زمین، یکی این. یعنی میگم چرا اصلا به ذهنت خطور نمی کنه که یک راه دیگه وجود داشته باشه؟ بگو. دومی که میگی وقتی طرف مقابل، بذار اینم بگم بعد زود تموم بشه، دومی که میگی وقتی طرف مقابل مسلح بشه احتمالا از اون بر اونا ریزش میکنن، انگیزشون کم میشه، در صورتی که ما تو تاریخ زیاد داشتیم گروه هایی که هر دو طرف مسلح شدن و سالها هم با هم جنگیدن با اینکه هر دو طرف مسلح بودن، حالا خیلی وقتا حتی تعدادشون هم همچین برابر نبوده، موازنه ای هم وجود نداشته که بگیم اینجا دیگه ملت جمعیتشون بیشتر میشه اونا تصمیم میشن. وقتی جنگ که بوده، خب از اولش هم که جنگ بوده، خب که وقتی جنگی که جنگه، من دارم حدس بزنم از کسایی که الان سرکوب، الان جنگ نیست، الان یه تیراندازی یه طرف هست، خب من دارم میگم از خیلی هست، خیلی راحتیه، از کسانی که دارن میان برای همین الانش هم بعضیاشون دارن میگن بابا ما نمیخوایم انقدر بزنیم سر مردم، بعضیاشون دارن مثلا دستورایی که از بالا داره میاد و مثلا نادیده میگیرن، یا یعنی که مردم یه جوری دارن مخفیانه نجات میدن، از این اخبارا داره برای ما میاد. خب من میگم که خیلی حس راحتی هم هست به نظر من، ادعای خیلی سنگین نمی کنم، که از همه کسانی که مثلا هستن که الان حاضرن در سرکوب مردم نقش بازی بکنن، این تعدادش کمتر میشه وقتی که دارن میبینن از طرف مردم داره تیر بهشون زده میشه، معلومه که تعدادش کمتر میشه. حالا که من گفتم 80% ممکنه کمتر بشه، این حدس بود، نمیدونم از کجا در بودم، حدس بود، حالا بالاخره کمتر که میشه، تو میگی چند درصدش کم میشه؟ تو میگی 50%، 10%، حالا هرچی. خب من میگم اتفاقا حالا بذار جواب سوال اول تو بدم، جواب سوال تو بدم، تو میگی چرا گزینه دیگه ای رو به نظرت نمیرسه؟ خب من میگم، خب اگه من نمیگم نیست، خب ممکنه هست، به من بگو خب که چه چیزی منجر به این خواهد شد که جمهوری اسلامی بیاد بگه آقا من گوه خوردم، آبخشیم غلط کردم، بابا که پشتری من غلط کردم، خب بیا این حکومت دست شما، به غیر از این که فشار بیاد روشون، به زور اینا نظام میذارن کنار، آیا به غیر از زور کاری دیگه میشه کرد که این حکومت دست اینا گرفت؟ آیا میشه؟ اگه هست به من بگو، من نمیدونم. من نظرم اینه که زور فقط مسلحانه نیست، خصوصا در عصری که ما زندگی میکنیم. بگو باشه، کاملا درسته. زور دیگه، زور روش دیگه، زور رو به من بگو. آره اتفاقا اینجا چون جمع عادی جان اجازه بده میسام میکروفون زدیم دیدم، اجازه بده صحبت تموم بشه بعد کوتاه بگو، کوتاه بریم بعد بریم واقعا بعد بریم سراغ بقیه. خب کوتاه به من بگو یه روش دیگه زور به غیر از اسلحه چیه برای این که واقعا زور باشه برای جمهوری اسلامی؟ اعتصاب، همین چیزی که الان تو دهن همه داره میچرخه، اگه هوشمندانه ساماندهی بشه، در وجوه مختلف اعتصاب رخ بده، به راحتی عملا حکومت ساقط شده است. اعتصاب چجوری باعث براندازی میشه؟ خب توضیح بده. اعتصاب از همه جنبه ها، ببین هر کسی اگر اولا پشتوانه میخواد که آدم ها چطور حداقل های معیشت، من قبول دارم، ببین منظور سال من نفهمید، ببین اعتصابم خب در نهایت وقتی که
موقعی که جواب میده، موقعی که از لحاظ اقتصادی اینا انقدر ضربه خوردن خب که یک هول آخر باعث میشه بیفتن. ولی اون هول آخر اگه با اسلحه نباشه، شما هرچی هم اعتصاب بکنی، من نمیگم اعتصاب نقش نداره ها، خب ضعیفشون میکنه که با اون هول آخر بیفتن. ولی اون هول آخر اگه مثلا با اسلحه روشون نباشه، خب بیا شما بیا هر چقدر اعتصاب کن، و آخرش که نمیتونی بگی ببین چقدر اعتصاب کردم، خواهش میکنم پاشو برو کنار. میشه؟ من فکر میکنم بحث اون به جای خوبی رسیده که در آینده اینا سر همین موضوعی که میگی یه جای الان باید دیگران فرصت اون هول آخرش، اون هول آخرش باید یه زوری باشه، جدا از این که شما بگین که ببین چقدر شرایط فاجعه شده به خاطر اعتصاب ما، لطفا برین کنار. یه چیز دیگه ای هست، یک کسی اون زور آخرش حتما باید اسلحه باشه داخل ایران، یعنی زور آخرش نمیشه از فشار از جایی. آره سوال منم همینه، یعنی چی فشار؟ یعنی وارد مثلا هیچ اسلحه‌ای وارد ایران نشه دور نیاد و اینا بگن که ببین بله ما انقدر بهمون فشار اومده که خودمون پاشیم بریم کنار، اینا هم چه قابلیتی دارن؟ یعنی مثلا کسایی که جمهوری اسلامی هستن بگن انقدر به ما زور اومده، انقدر شما اعتصاب کردین، انقدر فشار اقتصادی شده، یعنی دارین مثلا شوروی رو میذارین مثلا، درسته؟ میخوان یه اتفاقی مثل شوروی بیفته که اینا بگن بله انقدر ما زور خودشون الزاما حتما نباید تکرار باشه، میتونه یک اتفاقی بیفته که این به کتاب تاریخ اضافه بشه، برای اولین بار ایرانیان رقمش بزنه. باش بله همه چی امکان داره، اصلا آدم فضایی ممکنه بیاد من نجات بده، خب اینم ممکنه. خب ولی من دارم میگم اینا کسایی نیستن خب که در مرحله آخر به خاطر فشاری که آوردیم بهشون در نهایت بگم آقا ما غلط کردیم، شما خیلی رو ما فشار آوردین، خدافظ. اینا خیلی هاشون، صدها هزار نفرشون حاضرن برای این نظام خون بدن. خب شما اعتصاب کردید، ببخشید من باشه به خاطر اعتصاب شما ببینیم کنار، اینو برای امام زمان دارن، میخوام برای یه حکومتی دارن تعیین کردن، درست کردن، برای روزی که امام زمان قراره برگرده، شما فکر کنید با اعتصاب شما میخوام برش بکشن کنار؟ نمیگم اعتصاب نقش نداره ها، اعتصاب تضعیفشون میکنه و اعتصابتون رو بکنید اگه میخواید. خب ولی یعنی من آخه نمیخوام خودم تشویق کنم چون من هزینه‌اش نمیدم، ولی جواب میده اگه شما این تصمیم بگیری که این کارو بکنی. خب ولی اون هول آخر رو یه کسی باید یه فشاری بیاره، یه فشار درک میکنم، چون میگی نهایتاً تا اسلحه‌ای به سمت اون کسی که رو تاج تخت نشسته نشونه نره، اون از اونجا بلند نمیشه و یه عده آدم مسلح هم دورش نشستن و حفاظت میکنن از تاج تخت حاکمیت. منظورت اینه؟ بله. آره لازم هم نیست کسی مثلا حمله نظامی بکنه ها، همین که مثلا ممکنه در نهایت این باشه که مثلا یه مثلای زیادی هست، یه روز ارتش باشه بیاد بگه که آه ما طرف مردم وای میسیم، به طور واضح، نه مثلا این پستای اینستاگرامی که بعضیا میگن هست هست نیست نیست، خب به طور واضح ارتش بیاد بگه ما میخوام همه چی رو به کنترل بگیریم دست خودم. خب و میخوام خب من میگم اگر اعتصابات به اون مرحله برسه ارتش هم این کارو میکنه. خب من نظرم ان شاء الله.